یکی از چیزایی که باعث شد دانشمندان به وجود انفجار بزرگ در ابتدای شکلگیری کیهان پی ببرن، امواجی بود که از اون انفجار در جهان باقی مونده. به این امواج زمینه ماکروویو کیهانی میگن. چندین بار هم شناسایی شدن. تشخیص این زمینه ماکروویو یک انقلاب و نقطه عطف تو کیهان شناسی بوده. تا اینکه حدود 3 ماه پیش کیهان شناسان یک نوع سیگنال ضعیف دیگه از موج گرانشی باقی مونده از ابتدای کیهان رو کشف کردن. این یک اتفاق بی‌نظیر بود، چون نه تنها بارها این پژواک آهسته امواج توسط فیزیکدانان نظریه پردازی شده بود، بلکه یکی از مهمترین پیشبینی‌های انیشتین هم بود. اما تا سال 2023 شواهدی ازش وجود نداشت. حالا این پس زمینه موج گرانشی دقیقاً چی هست و چرا تا این حد مهمه؟ برای رسیدن به جوابمون و پی بردن به طور کامل در مورد پس زمینه گرانشی، باید سفری به بیش از 1 قرن پیش داشته باشیم. اون دوران مشهورترین دانشمندان تاریخ ایده های جالبی داشتن. نظریه نسبیت عام انیشتین تو سال 1915 منتشر شد. این اولین باری بود که دیدگاه انقلابی در مورد گرانش ارائه می شد. بر اساس این نظریه، انیشتین پیشبینی وجود امواج گرانشی رو کرده بود، امواجی که در فضا زمان وجود دارن، اگرچه بعداً ایده خودش رو رد کرد. اما ایده اصلی این امواج فقط مربوط به انیشتین نمیشه. قبل از اون هم دانشمندان دیگه‌ای به شکل دیگه این موضوع رو توضیح داده بودن. تو دهه 1860 جیمز کلرک ماکسویل معادلاتی رو فرموله کرد که پایه و اساس الکترومغناطیس کلاسیک رو تشکیل میداد. ماکسویل الکتریسیته و مغناطیس رو ترکیب کرد و متوجه شد که این دوتا در اصل دو سر یک پدیده ان که به عنوان امواجی عمل میکنن که میتونن با سرعت نور تو فضا حرکت کنن. کشف ماکسویل پیامدهای جدی و مهمی تو فیزیک داشت. خود ماکسویل به این فکر کرد که آیا میتونیم به طور مشابه گرانش رو از طریق میدانها توصیف کنیم یا نه. بعد از اون اولین کسی که این موضوع رو پیگیری کرد یک مهندس برق به نام اولیور هیویساید بود. هیویساید توی مقالش در سال 1893 مستقیماً میدانهای گرانشی و الکترومغناطیسی رو با هم مقایسه کرد و اتفاقاً اون هم از خودش پرسید که آیا میشه میدانهای گرانشی با سرعت نور منتشر بشن؟ اگه اینطوری باشه، حرکت اجسام باعث اختلال در میدان گرانشی میشه که با سرعت ثابتی حرکت میکنن. تا اینجا و حدود 20 سال قبل از انیشتین، دانشمندان به نزدیکی این کشف بزرگ رسیده بودن. تا اینکه نظریه نسبیت خاص انیشتین در سال 1905 منتشر شد. نسبیت خاص فرض میکنه که سرعت نور در خلاء ثابته، یعنی هیچ چیز حتی گرانش نمیتونه فراتر از سرعت نور حرکت کنه. تو همون زمان که انیشتین روی نسبیت خاص کار میکرد، هنری پوانکاره، ریاضیدان فرانسوی، معادلات مشابهی رو مستقل از انیشتین توسعه داد و توی مقالش در سال 1905 قوانین گرانش رو توصیف کرد. پوانکاره دوباره سعی کرد گرانش رو با استفاده از اصول میدانهای الکترومغناطیسی درک کنه. او هم فرض کرد که گرانش با سرعت نور منتشر میشه. نتیجه این بود که یک تأخیر زمانی بین تغییرات گرانشی و تأثیرشون روی محیط وجود داره. نکته اصلی پوانکاره این بود که این تغییرات توسط امواج گرانشی منتشر میشن. یک دهه بعد، انیشتین مقاله معروفش رو در مورد نسبیت عام منتشر کرد. این مقاله گرانش رو به عنوان یک ویژگی هندسی از فضا زمان توصیف میکنه، اما اون رو به عنوان ارتعاشات کیهانی در نظر نمیگیره. تازه در سال 1916 انیشتین در نامه‌ای به کارل شوارتزشیلد فیزیکدان آلمانی نوشت که هیچ امواج گرانشی مشابه امواج نور وجود ندارن. دوباره 2 سال بعد انیشتین مقاله بعدیش رو در مورد این موضوع منتشر کرد، اما این بار تغییر جدی وجود داشت. حالا مفهوم امواج گرانشی تو نظریه انیشتین مطرح شده بود و اون رو به عنوان تغییرات بی نهایت کوچیک در فضا زمان که انرژی رو به عنوان تابش گرانشی منتقل می کنه در نظر گرفته بود.
این یه موقعیت فوق‌العاده بود، چون با اینکه راهی برای مشاهده این پدیده در اون زمان وجود نداشت، اما پیش‌بینیش کرده بود. ولی به طرز ناامیدکننده‌ای بعد از چند دهه انیشتین شروع کرد به رد کردن امواج گرانشی. دلیلش سردرگم بودن توی محاسباتش بود و هرچند یک ریاضیدان آمریکایی از هاروارد بعداً مشکلش رو برطرف کرد، ولی انیشتین معتقد شده بود که این امواج وجود ندارن. خوشبختانه فناوری‌هایی که امروز داریم نسبت به زمان انیشتین خیلی پیشرفت کردن. الان می‌دونیم که این امواج وجود دارن. توی این قرن جدید هم نجوم در شناخت امواج گرانشی پیشرفت چشمگیری داشته. تو سال 2015 اولین مشاهده موفقیت‌آمیز یک موج گرانشی انجام شد. اون سال چیزی که محققان کشف کردن یک سیگنال گرانشی بود که از ادغام دو سیاه چاله ساطع می شد. جالب اینجاست که این اولین ادغام سیاه چاله‌ای بود که تونستیم ببینیم. به دلیل ماهیت سیاه چاله ها و گرانش شدیدی که دارن، این زمینه امواج خیلی شدیدتر از چیزی بود که ستارگان میتونن منتشر کنن. به همین خاطر بود که تونستیم شناساییش کنیم و واقعا یک اتفاق تصادفی و شانسی بود. این امواج یادگاری از تشعشعات گرانشی هستند که از سالهای اولیه پیدایش جهان ما به جا مونده و احتمالاً در اولین ثانیه‌های بعد از بیگ بنگ شکل گرفته. از نظر تئوری این پس زمینه تصادفی باید مثل یک نویز باشه که در تمام طبیعت وجود داشته باشه و همگنه. به همین خاطر بود که دانشمندان مدت‌ها تلاش می‌کردن بتونن پیداش کنن. محققان می‌دونن که این امواج چه کمکی به شناخت کیهان اولیه می‌کنه. تا اینکه همین 3 ماه پیش در ژوئن 2023 تونستن با موفقیت چیزی که به هارمونی کیهان معروفه رو کشف کنن. ماه ژوئن رصدخانه نانوهرتز آمریکای شمالی برای امواج گرانشی یک گرد همایی بین المللی از ستاره شناسان اتفاق افتاد. دانشمندان تونستند با تجزیه و تحلیل 15 ساله داده‌های تپخترها به نتیجه برسند. تپختر یک ستاره نوترونی چرخانه که خیلی امواج مغناطیسی داره و این پرتوهای شدید مغناطیسی رو از قطب‌هاش به سمت‌های مختلف ساطع می‌کنه و ما روی زمین می‌تونیم دریافت کنیم. در نهایت می‌تونیم اونها رو اندازه‌گیری کنیم و دوره‌های چرخششون رو حساب کنیم. از نظر تئوری اگر یک موج گرانشی از تپختر عبور کنه، بافت فضا زمانش رو مختل میکنه و فرکانس تپختر به هم میریزه. حالا داده های این 15 سال از تپخترها به دانشمندان نشون داد که تشعشعات گرانشی اتفاق افتاده و چیزی که تو سال 1983 اخترفیزیکدانانی مثل ریچارد هلینگز و آلان داونز پیش بینی کرده بودن درست بوده. اگرچه هنوز دانشمندان منبع این تابش گرانشی رو پیدا نکردن، اما تونستیم این موضوع رو از ابتدای کیهان کشف کنیم. این امواج گرانشی نشونه تابش تقریباً 14 میلیارد ساله از عمر کیهانن. ما باز هم تونستیم به یک راز دیگه از ابتدای جهان پی ببریم. ولی همچنان این داستان ادامه داره. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدئوی بعد.